خانم و آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. هر بار که همیهنان گرامی من در خیابانهای لس آنجلس یا در سینماها یا در تئاترها یا در کنسرت هایی که جوانان اجرا می کنند و خوانندگان محبوب جوانان کنسرت برگزار می کنند، من این شور و هیجان دختران و پسران جوان رو که بسیار طبیعیه می بینم، حیرت می کنم. همیهنان گرامی، حیرت می کنم و افسوس می خورم برای جوانان میهنمون که اکثریت جامعه رو تشکیل میدن و یک حکومت عهد حجر، دوره سنگ، از غارهای تاریخ در آمده با افکار متحجر و عقب افتاده چگونه بر سرنوشت میهن ما حاکم شده. مسافرتی داشت پاپ، رهبر کاتولیک های جهان، به چند کشور اروپای شرقی و آمریکای لاتین. در این مسافرت ها من می دیدم که پاپ در حالی که 1,000,000 نفر یا حدود مثلا 500,000 نفر کسانی که اومده بودن در عشای ربانی پاپ شرکت بکنن و او دعا بکنه برای اونها و مراسم مذهبی به جا بیاره، قسمتی از این برنامه اختصاص به جوانان داره و جوانان هنرمند می آمدن در صحنه در برابر پاپ و زائرانی که آمدن پاپ رو ببینن کنسرت برگزار می کردن و گوشه و کنار میدان شما می دیدید دختران پسران در حالی که همدیگر رو بغل کرده بودن یا به همدیگه تکه داده بودن گوش میکردن به موسیقی بدون اینکه هیچ نوع عمل خلافی از اینا سر بزنه. هفته گذشته یه هموطنی رو دیدم در میان سالی که تازه 4 روز بود از تهران به امریکا آمده بود، برای من تعریف میکرد که آقای فرجی، در بعضی از این پارک ها شما صحنه های میبینید که حیرت آوره. هیچ وقت در قبل از این انقلاب شکوهمند ملایی و آخوندی شما همچین صحنه هایی نمیدیدید، صحنه هایی که نشان از هم وحشت و هم شهوت. لای شاخه ها و درختان دختر و پسر آمیزش جنسی میکنن با هم و این مرد که بسیار مرد فهمیده ای هم بود، پزشک روانشناس هم هست، برای من تشریح میکرد که چگونه عده زیادی از جوان ها گی شدن و عده بیشماری از زنها لزبی شدن. یعنی همون چیزی که آخونده و روزخانه ها میخواستن و خودشون، عده زیادی از خودشون هم اینطوری هن. کسانی که همه این کارها رو برای دیگران من میکنن ولی خودشون عامل فساد، عامل درجه یک فسادن. حیرت آور همیهنان گرامی، از سرداران حلبی به دوششون گرفته تا روزخانهایی که در شورای نمیدونم مجلس خبرگان و مجلس نمیدونم، اگر البته قادر باشن، 4 تا زن، 5 تا زن، 10 تا سیغه، امکانات مالی هم که میبینی چجوری دارن. اکثریت مردم هم حتی برای این که جوونا بتونن برن ازدواج بکنن
گفتم پریشب براتون همیانانی گرامی، میرن کلیه هاشونو میفروشن. یعنی عزیزترین قسمت بدنشون، کسی که یک کلیهشو میفروشه اگر یک کلیه دیگرش اشکال پیدا بکنه مرگش حتمیه. مگه دوباره بره میلیون ها تو من پول بده و یک کلیه بخره؟ وگرنه اگه اینطوری بود خب یک کلیه کافی بود دیگه. میبینید که چه مسخره بازی در آوردن. برای حفظ بیزه های اسلام اتوبوس ها رو زنونه مردونه کردن، دانشگاه ها رو دو جنسیتی کردن، کنار دریا رو چادر کشیدن، حالا ایش بعید نیست پیاده روها رو هم تبدیل بکنن به زنانه و مردانه. و یکی قسم میخورد میگفت در افغانستان طالبان شلوار پای خر و اسب و اینا کرده بودن، اینا روشون نمیشه، و یعنی این کار میکردن تو ایرانم. شما فکر کنید زیباترین هنرها رو تو ایران ممنوع کردن، زیباترین نقاشی تقریبا فقط شما اجازه دارین آثار نمیدونم قرآنی و اینا رو بنویسید خط، میبینید که نقاشان خط به طرز عجیبی زیاد شده تو ایران. شما اجازه ندارید عکس یک زن رو بکشید، جلوتون رو میگیرن، میگن شما اجازه ندارید. بسیاری از این جاهایی که نمیدونم عکسای زن بوده، تابلو قدیمی، اینا رو همه رو بشن یا سفید کردن روش یا روش پرده کشیدن. ما با یه همچین جانورانی طرفیم. موسیقی حرام. یه مردکی به اسم فرمانده سپاه نمیدونم در خراسان اعلام کرده که اصلا به طور کلی هر نوع کنسرتی برگزاریش در مشهد مقدس قدغنه. چی آزاده روزخانی برای اهل بیت؟ گریه کنید، گریه کنید، صبح تا شوم بزنید تو سر خودتون، گل بپاشید، نمیدونم زریح رو میبرن میلیون ها نفر بیارین تو خیابونا. نمیدونم گفتم براتون که از میدان امام حسین تا میدان شهدا یا پوزیه سابق و جاله ورداری یه جای درست کن بین الحرمه، دکون جدید برای سرکیسه کردن مردم. فقط اینا آزاده. یه عده اراذل و اوباش هم به اسم مداح بیان روزه بخونن، البته با آهنگای خانوم هایده، خانوم مستی، خانوم همیرا، خانوم الهه، شادروان الهه، شادروان مرضیه، ولی همینا رو بردارن توش اسمای ائمه رو بذارن، مردم هم حالا دیگه به جای سینه دست میزنن اینجوری با اون لحنای لاتی و احمقانشون. دانشکده مداحی درست کردن برای این آدمای بی شعور بی سوادی که خیال میکنن از امام حسین یه تونی کورتیس درست کردن و نمیدونم یه کلارک هبل درست کردن. اینطوری وصفشو میمونم میگن راجع به ابروی نمیدونم حضرت عباس و نمیدونم اینا، از این خیال میکنن مثلا اگر یک آدمی زیبا باشه این از محسناتشه و میتونن راجع بهش یه همچی چیزایی، در حالی که به قول خودشون اون اصلی که امام سوم شیعیان رفت به قول خودشون در کربلا و بر علیه اون ظلم و جور جنگید، اونا رو اینا فقط اون مرحله که عشق از مردم بگیرن و دکان باز کنن، همونطور که رهبرشون، رهبر کبیرشون گفت این روزه است که اسلام را نگه میداره، یعنی آخونده را نگه میداره اسلام کنه. مگه الان مثلا در کشورهایی که از 1,300,000,000 نفر فقط 200,000,000 شیعه هستن، بقیه که همه سنی هستن، نه روزه دارن، نه برای امام حسین گریه میکنن، نه برای نمیدونم 12 امامی ندارن، هیچ. اونا 4 تا خلیفه رو قبول دارن، بنابراین گریه‌زاری نمیکنن. این مسخره بازی ها مال ماست که از اول سال تا آخر سال گریه، تو سر زدن، زنجیر زدن، سینه زدن، غم زدن،
و دکانی دیگه، اگر شما اینا رو بگیرید از آخونده چی دارن؟ نه، این حال حساب کنید، شما این ایام عزاداری رو از آخونده بگیرید، به اینا بگید آقا شما راجع به محسنات اسلام و به قول خودتون 12 امام برای مردم حرف بزنید، اگه شعورش داشتن چی بگن؟ چی بگن؟ بنابراین همطور که خمینی گفت، این گریه و نمیدونم روزه است که اسلام را نگه داشته، یعنی اینا را نگه داشته. موسیقی حرامه، مجسمه سازی حرامه، نقاشی اگر زن توش باشه حرامه، حضور زنان در استادیوم ها قدغنه، فوتبال مردا اجازه ندارن پرپاچه‌شون رو توی فوتبال نشون بدن، زنا رو میکنن تو بخچه بعد میپرسن تو زمین والیبال، تو زمین فوتبال. دیدید قیافه ها، آدم خجالت میشه، صورت های به اون زیبایی قیافه ها رو بشتن دژم کردن. قهرمان کشتی فرنگی ایران سکته مغزی کرده در 2005، پول نداره، پشت در بیمارستان ها مونده. اینا احتیاج ندارن این کارا رو کنن، عشق اینا اینه که به غزه کمک کنن، به فلسطینی ها که تازه وقتی زخمی شدن خون فرستادن اینا به غزه، اونا گفتن خون شیعیان ما نمیزنیم، برگردوندن خونا رو. گزارش خودشونه. بعدم فلسطینی ها رو که دیدید هی پول دادن پروار کردن تو جنگ ایران و عراق، اومدن تو صف صدام بر علیه جوانای ما جنگیدن، کلی فلسطینی رو اینا اسیر کرده بودن، برادران عرب رفتن طرف اونا. عشق اینا اینه. یا الان در سوریه 20 آمبولانس، مجهزترین آمبولانس ها رو بردن در سوریه برای مردم زخمی، برای نمیدونم تالاسمی ها، بیمارستان میسازن در یمن، در کربلا دارن ساختمان 12 طبقه بیمارستان میسازن. الان گزارش میکنم براتون، ببینید اینا چی کار کردن. آدم حیرت میکنه، همین الان گرامی حیرت میکنه. در جلسه علنی روز سه‌شنبه دیروز در مجلس شورای اسلامی درباره ناپدید شدن 10,000 گوش کنید 10,500 میلیارد تومان بودجه درمانی ایران بحث شد. بررسی این موضوع در دستور کار کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار گرفت. متویله در متن گزارش کمیسیون بهداشت از وضعیت بحرانی حوزه سلامت کشور صحبت می شود. 10,500 میلیارد تومان از بودجه بیمارستان های دولتی تا کنون پرداخت نشده و حسین علی شهریاری نماینده زاهدان و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از عدم اختصاص درآمدهای ناشی از هدفمندسازی یارانه ها به حوزه سلامت و عدم اختصاص ارز مرجع به واردات دارو و تجهیزات پزشکی انتقاد کرده. در متن گزارش کمیسیون بهداشت و درمان صریحاً از واگذاری بودجه درمان به وزارت راه و شهرسازی صحبت شد. همه جای دنیا از بودجه ارتش، وزارت دفاع، نمیدونم اینا کم میکنن، به بودجه بهداشت اضافه میکنن. به همین دلیله که سرخک، نمیدونم بیماری هایی که تاب اصلا به کلی از ایران رخت بربسته بود دوباره آمده تو ایران، مالاریا، سرخک، نمیدونم آبله، دوباره برگشته. یک گزارشی میخوندم راجع به موشهای تهران. اولا نوشتن که این موشها از اندازه طبیعی خارجه و این موشها زنده خار شدن. یعنی اگر فکر کنید یه آدمی به هر دلیلی حالا مست کرده، نمیدونم افتاده یه گوشه ای، موشها میتونن بخورنش. و نوشتن این خطر بالقوه است برای موقعی که در ایران زلزله میشه در تهران. اگر خدایی نکرده در تهران یک زلزله بزرگ پیدا بشه و اتفاق بیفته، موقعی که عده‌ای زیر آوار هستن تا
بخوان اینا رو نجات بدن، این موش ها بدن اینا رو میخورن. نوشته گزارش های خودشونه. این که وزم شما فکر کنید، اصلا یه نفر به من میگو همطور که شما واسه تو خیابون تو این جوه آب میبینی موش های گنده میان عبور میکنن و همطور که آزاد شدن. این که وزم بهداشته، بیمارستان های دولتی طبق همین خبر و بیمارستان های خصوصی نوشته ورشکسته میشن و همه دارن میبندن. رؤسای 50 دانشگاه علوم پزشکی با نوشتن نامه‌ای به رئیس مجلس ایران هشدار دادن که اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد بیمارستان های دولتی به زودی تعطیل خواهند شد. بحث تعطیلی بیمارستان دولتی و حتی خصوصی اکنون هفته هاست در ایران ادامه دارد. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در این باره هشدار داده و گفته که ادامه وضع بحرانی در بودجه مالی منجر به تعطیلی همه بیمارستان‌های دولتی خواهد شد. بیمارستان خصوصی هم که نوشتن بحران کنیده در حوزه سلامت بیمارستان‌های خصوصی هم در آستانه ورشکستگی و تعطیلی آنها قرار داده. رؤسای بیمارستان خصوصی پیش از این اعلام کرده بودند که اگر دولت ارز را با قیمت مناسب در اختیار این بخش از مجموعه بهداشت و درمان کشور قرار ندهد قطعا این مراکز تا سال آینده دوام نخواهند یافت و ورشکست خواهند شد. میدونید چی بوده جریان؟ جریان دروغ بزرگ این مردک احمدی نژاد و رئیس روزخانها این بوده. اون رئیس روزخانها زرنگ دیگه، اون بالا نشسته به این توفیلی ها و این دلغک ها دستور میده، چه اونا که تو طبیله مجلس رن، چه اونی که تو استبل ریاست جمهوری است. میگه شما برین این کارو بکنی، این کارو بکنی، این کارو بکنی. نه نوشته ای دست کسی میده، نه اظهار عمومی میکنه، فقط بعضی وقتا کلیگویی میکنه. اینا رو میفرسته تو میدان. اگر موفق شدن میگه مقام معظم رهبری گفتن، اگر موفق نشدن رندی آخوندی رو ببینی، میگه تقصیر ایناست. مثلا همه ریختن گردن این مرده که دلغک احمدی نژاد که خودش میگه اصلا من کاری نیستم. قرار بوده این جریان هدفمند کردن یارانه ها رو، یعنی اسم گذاشتن دیگه، اینا برای هر چی اسم میذاره، هدفمند کردن یارانه ها، یعنی اینی که شما سوبسید و یارانه که رو نون میدادید، رو آب میدادید، رو برق میدادید، روی گاز، اینا رو همه رو وردارید، رو بهداشت مخصوصا همه رو ورداشتن. گفتن آقا ما 40,000 دلار 45,000 تومان میدیم به هر نفری، بعد تمام اینا رو میزنیم دیگه، خرجش پای خودشونه. به قول یه نفر میگه 40 تومن به شما میدن، 100 تومن از شما میگیرن. کار اینا این بوده، حقه بازی آخوندی دیگه. حالا قرار بوده این مانده این پولا که میلیاردها تومان پول میشده اینا رو وردارن به بهداشت بدن، تفاوت یارانه ها رو بدن به بهداشت، بدن نمیدونم به مردم بیشتر کمک بکنن. هر موقع میخوان انتخابات این چیزها را بندازن، پولا رو یه خود بالا پایی میکنن که مردم سر ذوق بیان. آزادی بیشتری میدن، زنا موهاشون میره بالاتر، بیمارستان ها وضعشون بهتر میشه. انتخابات که تموم شد دوباره چماغا تو سر مردم. احمدی نژاد گفته من میخوام یارانه ها رو بکنم 250 تومان، 250,000 تومان. از کجا؟ چجوری؟ شما نفتتون نصف شده، چجوری؟ شما نفت صادر نمی کنی که؟ اینا وزیر اقتصادتون گفت، حالا میخونم براتون. یکیشون گفته آقا این حرفا چیه میزنین؟ حالا براتون میخونم. ما متکی هستیم به پول نفت، ما اصلا نمیتونیم این حرفا رو بزنیم. هی میگین کنیم، الان گوش کنیم. یک کمیسیونی تشکیل دادن راجع به این که اقتصاد مقاومتی یعنی چی. این رئیس روزخانه ها اعلام کرد ما از این پس در برابر تحریم ها میخوایم اقتصاد مقاومتی به وجود بیاریم. از این حرفای گنده گنده که میزنن، 33 سال هیچ کدومش هم انجام ندادن. از یه آدم عقب افتاده متحجر که اصلا نمیدونن اقتصاد چیه، نمیدونن روابط بین الملل چیه. همینی که میبینید این بلبشو و
خرطوخریک ببخشید توی مملکت حاکم شده، در میان دولت مردان، دور از جون دولت مردای اصلی در دنیا. ببینید چی میگه این آقا. دکتر داوود دانش جعفری کسی بوده که وزیر اقتصاد دوره خاتمی‌نا بوده، با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی بحث نظریه جدید نیست و یک سری تدابیر مدیریتی است، گفت اقتصاد مقاومتی یعنی یک مجموعه تدابیر مدیریت اقتصادی که آسیب پذیری ما را در برابر ریسک‌های متعددی که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند کاهش داد. پس این بوده. اگر می‌خواهیم در آینده دچار مشکل نشویم، نباید همه تخم مرغ‌ها را در یک سبد یا دو سه سبد قرار دهیم. او با اشاره به وضعیت واردات کشور گفت ببینید برای مثال 80% واردات ما از سه کشور ترکیه، چین و امارات متحده عربی است. این یعنی آسیب پذیری اصلا نباید به این کار داشته باشیم که اینها دوست ما هستن یا نیستن. اگر کشوری دوست و همراه ما بود، ما می توانیم واردات را تا 90% هم بالا ببریم، در حالی که نباید اینطور فکر کنیم. اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که ما تبادلمان با سایر کشورها باید به گونه‌ای باشد که هنگامی که نوسانات سیاسی و اقتصادی به وجود آمد دچار مشکل نشویم. بنابراین نباید تجارت ما وابسته به چند کشور محدود شود. ما باید تجارت خودمان را گسترش بدهیم تا ریسکمان کاهش پیدا کند. دانش جعفری همچنین به بحث درباره درآمدهای نفتی پرداخت و ادامه داد در وابستگی به درآمد نفت از این هم بدتر هستیم. اگر درآمدهای مربوط به کسورات تامین اجتماعی و بازنشستگی و حقوقها را جزء درآمدهای دولت محسوب کنیم، در این صورت 52% از درآمدهای دولت از محل نفت می آید. اگر آنها را بگذاریم کنار، این وابستگی به درآمد نفت تا 65% افزایش پیدا می کند و شما می دانید که ریسک درآمد نفتی چقدر بالاست. اگر یک روزی قیمت جهانی نفت پایین بیاید و یک بار دیگر مثل سال 77 شود به قیمت نفت به 8 دلار برسد، چه اتفاق وحشتناکی میفتد؟ هیچی. چه اتفاق میفته؟ آخوندها جیبار رو پر کردن، این اراذل اوباش سپاهی حلبی به دوشام جیبار رو پر کردن، آقازاده ها هم پر کردن، گور پدر ملت. پریشب گفتم تو برنامه همینانی گرامی چه خبر اینجا. میبینید که میبینم مهندسام اومدن تو جریان وکالت، نباید عقب بمونن. حالا چند روز دیگه فرش فروشا و نمیدونم رستوران دارا میان که هر کی 500,000 دلار به ما بده ما میتونیم براش نمیدونم گرین کارت بگیریم. بازار اینور خوب شده دیگه، ایرونی هم اینطوری هست. یکی کبابی باز میکنه کارش میگیره همه کبابی باز میکنن، یکی تاکسی میگیره کارش میگیره همه تاکسی، یکی لباسشویی میزنه همه لباسشویی. حالا دیدن کار وکالت خوبه. این دزدام از ایران همه، البته همه که نه، 85 نمیدونم 95 98 من معتقدم اینا که بالای 1,000,000 و 2,000,000 و 3,000,000 میارن، اینا کسایی هستن وابسته به دولت هم. مردم که پول ندارن، که تو فقر و بیچارگی. هیچی، بازار داغ شده، همه اومدن زدن وکیل شده، وکیلای حقیقی رو دارن میزنن کنار. یکی میگه 300 تا، یکی میگه 200 تا بدیم ما براتون گرین کارت میگیریم، یکی میگه اینا دروغ میگن 500 تا، یکی میگه آقا من این کارو میکنم. اینا هیچی، مردم گوشن سر کار. البته یه عده وکیل هم هستن واقعا کارشون درسته، اما شما این آگهی‌ها رو نگاه کنید، یه عده اصلا این کاره نیستن، ریختن تو بازار. و من بهتون بگم اگر در آینده تو لس آنجلس راه رفتید و یکی اومد بهتون گفت این چه لباسی پوشیدی، لباست اسلامی نیست، نباید تعجب کنیم. اگر آمدن کنسرت ها رو ریختن به هم، نباید تعجب کنیم. یا تئاترا رو الان در ونکووری که دوستای من تعریف میکنم، گفت تابستون
من با زنم داشتم میرفتیم، زن من از این لباس تابستونی پوشته بود با پیرنی که رکابی بود، ولی لباس درست بود ولی با رکاب. میگه مردک که اومد ریشو جلو گفت خجالت نمیکشیم؟ ما پارسی حرف میزدیم، خجالت نمیکشی به عنوان یه زن مسلمان اینجوری را میری؟ اینطوری شده. شما باید از حالا همین به جای اینکه ما بزنیم تو سر کوله هم دیگه، بیایی این فکرها رو بکنید. اینا کیان دارن میان؟ من شنیدم توی اورنج کانتی سینه زنی را میندازن، زنجیر زنی را میندازن، زلجناه میگن. چی؟ من گفتم زلجنان. یکی گفت آقا زلجناه، چرا زلجنان میگی؟ من چه میدونم، یادم میره، من بلد نیستم اینا رو. توی نیویورک را انداختن اسب حضرت عباس و یه نفرم اون بالا نشسته که شیپور میزنه اینا. هیچ تعجب نکنید اینجا این کارا رو بکنن. ما خودمون هیچی نمیگیم دیگه، راحت از اونجا بیرونمون کردن، اومدیم اینجا، اینجا هم پس فردا اکثریت پیدا میکنن. اونجا ملت رو به سلابه کشتن، شکنجه دادن، زندان کردن، پولاشون رو غارت کردن، مردم رو تو فقر و بیچارگی گذاشتن، پولا رو بشتن اومدن اینجا، حالا اینجا مزاحم ما میشن. اینجا هم برامون تلویزیون نمیدونم. من داشتم این تلویزیون ها رو نگاه میکردم، 58 تا تلویزیون داریم، اکثر اینا رو میبینن فیلم های سریال های ایرانی نشون میده. آخه پس برای چی تلویزیون باز کردی؟ سریال های جمهوری اسلامی رو نشون بدی؟ بعدم هیچی نمیگن، خپه خون گرفتن راجع به اوضاع ایران. یا چند تا تلویزیون هست؟ 3-4 تا تلویزیون هست که سیاسی حرف میزنن، یا رادیو، اونم که یکشون ورشکست شد. ما خون سرد همه نشستیم، ای آقا اینا به ما چه؟ غلط میکنن، آمریکا هوشیاره. نخیر، اینطوری نیست، اینطوری نیست. امروز یه گزارشی رو میخوندم، بیشترین خریداران اسلحه در دنیا کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس. اینا برای چی این همه اسلحه میخرن؟ یه لولویی مثل جمهوری اسلامی روبروشونه. تو این لولو رو به این زودی ور میدارن؟ شما فکر میکنی؟ بی خود نیست. ایتالیا، اسپانیا، اتریش، نمیدونم سوئیس، همینطور زیرکی. ببینید بانکاشون جریمه های بالای نمیدونم 10 میلیارد، 20 میلیارد، 100 میلیارد میکنن، باز معامله میکنن زیرکی. پول هست توش. برای غرب همینان گرامی، من که تو آلمان بودم میدونم، یک هزار تا کارگر، هزار تا چیه؟ 100 تا، 100 تا کارگر آلمانی برن سر کار خیلی مهمه. حزبی که در کار قدرت نشون میده، ببینید در این ایام 10 تا 100 تا، 10,000 تا، 20,000 تا، 100,000 تا کارگر مشغول کار شده. اینا هم که فقط تو کشورهای اروپایی نیست که، اکثرا مال اون وره. تا تقریب توخی میشه میلیارد ها اسلحه. برای این اوضاع رو ببینید، در مصر آقای مرسی رو ببینید، هنوز رو صندلی محکم نشده شروع کرده قانون شریعت. پریروز در تونس تظاهرات شده، اون رئیس جمهورشون اومده از حزب النهضه اومده سخنرانی کنه، مردم سنگ پرت کردن که چه کثافتی زدیم به این من بکرد. در لیبی همینطور، در سوریه الان با اون مردک جانی بشار اسد بره، خیال نکنید اوضاع بهتر خواهد شد. یک مش ریشوی که میبینید تو فیلم ها نشون میده، هر یه توپی که در میره اینا میگن الله اکبر، الله اکبر. من به این نتیجه رستم هم میانانی گرم، غرب داره با یه سیاست بسیار هماهنگ داره به این اسلامی ها در منطقه راه میده که این سنی ها رو بنزه به جون شیعیان، جمهوری اسلامی، اینا رو سرگرم کنه با هم دیگه. این قول هم گرفته که اینا تحت پوشش دموکراسی و مردم سالاری، خب در مصر ببینید آقای مرسی رأی آورده، حالا ایران مثلا در تونس رأی آوردن این حزب النهضه، در لیبی همینطور. شما گفتم بجز ایران در هر کدوم از این کشورهای عربی و مسلمان انتخابات را بنزین، اسلامی ها روشی ها میبرن. ترکیه رو نگاه کنید، آقای اردوغان یواش 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 داره کاری میکنه
که تمام احزاب مخالف و سکولار دارن میرن کنار. ارتش رو زد داغون کرد، تمام رهبران ارتش گرفت دیگه جرأت ندارن کودتا کنن. ارتشی که یادگار آتاتورک بود وایساده بود اون بالا و دخالت میکرد، زدنش کنار. همینطور که در مصر این مرسی یاد گرفته از اردوغان همین کاری کرد، هی اومد به ارتشی ها گفت اوکی چشم حتما این کاری میکنم اینا، یه حوزه تنتابی و منتابی همه رو ریخ بیرون، یه شبه بازنشسته، حالا شده قدرت مطلق. دارن این کاری میکنن، اینا رو بنزن به جون همدیگه در منطقه، فقط قول بدن اینا به غرب کاری نداشته باشن. اینایی هم که افراطی بودن مثل القاعده رو رقیقش کردن. این طالبان دیدین می اومدن نمیدونم فلان، طالبان امروز در پاریس با نمایندگان کرزای و احزاب جبهه ملی نمیدونم افغانستان اینا سکولارها اینا نشسته مذاکره رو شروع کرده. یواش یواش دارن کاری میکنن، این افراطی‌ها رو یه خود رقیق‌ترشون بکنن، اخوان المسلمین و اینا رو بیارن سر کار، یه کارایی حالا یه خود اینا رو رقیق‌تر قولم بدن، بزنن اتکا به رأی مردم هم هست فلان، سعی کنن که اینا به غرب کاری نشته باشن. ولی هر کاری میخوان تو منطقه بکنن. اتفاقا یه فیلمی هم داریم راجع به دستگیری بن لادن هست که الان در آمریکا گویا این فیلمو ساختن و قراره چند وقت دیگه بیاد رو اکران، مثل که از یه هفته دیگه نمیدونم. یادتونه زمانی که اینها تحریم ها رو، الان میدونید که 4 تحریم از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام شد، بعد علاوه بر اون تحریم ها دولت آمریکا، دولت های اروپایی، کانادا، استرالیا، اینا هم اومدن یک سری تحریم هایی هم خودشون ایجاد کردن. در این تحریم ها آمریکایی‌ها و غربی‌ها میگفتن که ما تحریم های هدفمند رو انجام میدیم و در این تحریم ها کاری به مردم عادی ایران نداریم و سعی میکنیم حساب مردم رو از جمهوری اسلامی سوا بکنیم. ولی واقعا اینطوریه؟ نه، نه اینطوری نیست. رفتاری که در فرودگاه های اروپا و آمریکا با ما، با هم ماها آدم های معمولیه که اسم اون ایرانیه، تو پاسپورتمون نوشته تولد منو نوشته تهران، من پاس آلمانی دارم، فقط یه چیزی هست اسم حسین و محل اقامت تهران، همین کار دست من داد. من بارها و بارها زمانی که پاسپورت پناهندگی داشتم در آلمان چند سال قبل، یه دفعه رفتم تونس با یه تور بزرگ آلمانی، وارد تونس شدم، همه این آلمانی هایی که با ما بودن، من و همسرم و بچه هم اومدیم رد شیم، اونا رو همه رو گفتم بریم 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 بریم، پاس من یارو گرفت تا نگاه کرد پاسپورت پناهندگی دیگه ایران، گفت شما وایسا اینجا، همسر من و بچه هم تور، ما وایسادیم، اتوبوس ها آمد ما رو ببره هتل دیگه، اینا رو برد. یک ساعت و نیم تو تونس، یک ساعت و نیم ما رو سینجی میکردن، شما چرا پناهنده شدید، چی کاره این، چی کاره بودین، نمیدونم از این حرفا، تا ما به اینا ثابت کردیم که آقا ما مدت هاست 27 سال اون زمان ما تو آلمانیم، اقامت داریم، پاسپورت فلان، قراره به زودی پاس آلمانی بگیریم. خلاصه بعد از یک ساعت و نیم آخر سوار تاکسی شدیم رفتیم هتل، کلی هم پول دادیم، چون راننده تاکسی هم فهمید که ما خود آلمانی بلد بود، فهمید که ما تو فرودگاه بودیم اینا، خوب سرکیستمون کرد. بگذاریم حدود 80 مارک اون زمان از ما پول گرفت، در حالی که بعدا فهمیدیم رو هم رفته مثلا 12 مارک میشده. حالا این هم ایچی. دفعه بعد دوباره چند سال، حدود 4 سال بعد، ما این دفعه دیگه با پاس آلمانی رفتیم، خوشحال از اینی که حالا پاس آلمانی داریم میریم اونجا و اینا دیگه غلط میکنن جلو ما رو بگیرن. رفتیم دوباره همین آلمانی ها رو همه رد کردن، دوباره پاس من نگاه کرد، پاس همسر هم نگاه کرد، پاس بچه گفت شما بایستین کرد ده. حالا چرا؟ فقط دختر من بود که آلمان به اصطلاح متولد شد و پسر من یک ساله بود اومده بود اونجا، پسر منم گفت بایستین کرد،
به دختر من گفت شما میتونی بری. دختر فکر کنید مثلا اون موقع 6 سالش بود. من بهش گفتم آقا من پاس آلمانی دارم. گفت باشه شما متولد تهرانی. دوباره همون بساط. دوباره ما رو واشوندن، دوباره صحبت. شما گفتم آقا تمام این کارهای شما رو دولت آلمان کرده که به ما پاس آلمانی داده. تموم شد. حالا ما میایم اینجا. من توی کنسولگریه، نمیخوام مسئله خصوصی مطرح کنم، میخوام بگم که من خودم رو نمونه میارم. من توی کنسولگری آمریکا در فرانکفورت موقعی که رفتم و میخواستم دوباره برگردم، سر تاریخ ورودم به آلمان بین تاریخ مسیحی و تاریخ ایرانی یه سال اشتباه گفتم. یه سال خانم کامپیوتر زده بود نگاه میکرد به من گفت شما داری اشتباه میگی. گفتم ببخشید اینو تصحیح کردم. خب گفتم براتون آمدم اینجا فرودگاه لس آنجلس، رفتم بغل دست اون آقایی که پاسا رو کنترل میکرد. تا پاس منو باز کرد، اینا هم اکثرا میدونن آمریکایی نیستن، اگر آمریکایی باشن زیاد اذیتتون نمیکنن، یا مال ویتنام هستن یا مال نمیدونم کره هستن یا مال چینن یا نمیدونم از این کشورهای عرب. تا نگاه کرد گفت یه نفر صدا که گفت اینو ببر. اون طرفم من اول باش راه میارم، گفت نه شما با من راه نیا، برو پشت سر من. این جای پاهایی که بود گفت روی اینا بیا. منو برد نشوند اونجا. من ساعت 1:30 تا ساعت 5:30 بعد از ظهر نگرم داشتن. یکی آوردم پیش یه نفر، این نگاه میکرد تو کامپیوتر همینطوری منو واشونده بود. یک ساعت و نیم من نگه داشت. حالا بعد از اون مدت های مدید که نشسته بودم هی به کامپیوتر نگاه میکرد. آخر سر من گفتم آقا، گفتم مشکلی پیش اومده، منم انگلیسی خیلی ضعیفه دیگه. گفت شما به چه زبونی صحبت می‌کنید؟ گفتم من یا آلمانی بگو یه نفر بیار با من صحبت کنه یا ایرانی. گفت بیشتر مایلی با کی صحبت؟ گفتم یه ایرانی. گفتم هم وطنمون. رفتن اتفاقا هم آلمانی رو آوردن هم لوفتانزا یکی آوردن هم یه خانم ایرانی. خانم ایرانی تا اومد من دید شناخت. گفت آقای فرجی مگه شما گرین کارت دارید؟ گفتم نه خانم گرین کارت ندارم. گفتم از این آقا بپرس تو این کامپیوتر تو این یه ساعت و نیم عقب چی میگرده؟ اون آقایه بهش گفت این خانمه من گفت خواهش میکنم عصبانی نشو آقای فرجی، میتونم برگردونه شما رو. گفتم نه این برای من جالبه، این داره کامپیوتر چی چی رو نگاه میکنه. گفت ایشون میگه شما اگر دفعه دیگه خواستید برید از اینجا بیرون باید برین اینجا خودتون رو معرفی. گفتم همین؟ گفت یه مرز داد دست من. بنابراین این آقای حسین موسویان که الان استاد دانشگاه پریستون هست، اینا میان راحت را هیچ مشکلی ندارن، اینا هیچ کدومشون مشکلی ندارن، با سلام و صلوات اقامت دائم نمیدونم گرین کارت. ماها مشکل داری. حالا بانکای آلمانی اینا رو همه رو گفتم برای این، اینا که میگفتن هدفمند این تحریما به مردم ما سعی میکنیم کاری نداشته باشیم. نگاه کنی به گزارش روزنامه تاس در چاپ برلین، برخی از بانکهای آلمان از افتتاح حساب برای شماری از ایرانیان خودداری میکنن و حساب عده‌ای را بستن. یک نماینده ایرانی تبار پارلمان آلمان این اقدام را غیرقانونی خوانده. روزنامه تاتس چاپ برلین در گزارشی از بسته شدن حساب شخصی برخی از شهروندان ایرانی تبار در تعدادی از بانک‌های آلمان خبر داده. بنابر این گزارش در هفته‌های گذشته حساب جاری شماری از ایرانیان مقیم آلمان بسته و کارت‌های اعتباری آنها شمار دیگری مسدود شده است. 500 ایرانی به این رفتار بانک‌ها اعتراض دارند. ولی هم بهشون میگن این تحریم هایی که امریکا بسته شامل حال ما بامش، ما عقب درد سر نمیگردیم. یکیشون هم به این خبرنگاره گفته آقا دنبال این آره حرفا نیار، ما کاری نمیتونیم برای ایرانی ها بکنیم. تو رو به خدا ما رو ببینید چه گرفتاری برای ما به وجود آوردن. آقایون مقامات آمریکایی، اروپایی، نمیدونم اتحادیه اروپا، پس این استادان قلابی جمهوری اسلامی اینجا چی کار میکنن؟ آقای حسین موسویان که پرونده جنایت آلمانش هنوز هست چرا اینجا استاد مهمانه؟
یه فیلمی هست از بی بی سی عمیانانی گرامی راجع به شرایط زندانیان سیاسی در زندان رجای شهره. ببینید اینجا چه زندگی برای بچه های ما، برای دیگر اندیشان تو اون جمهوری جهنمی عقب افتاده متحجر اسلامی به وجود آورد. بله دیگه، همه چیز در جمهوری اسلامی از نظر این آقایون درسته. همه چیز در جمهوری جهل و جنون درست، همه کارا داره درست انجام میشه. اما جالب همینان گرامی دروگویی هایی که اینا میکنن، به خصوص سرداران محترم و این حلبی به دوش ها. من زیاد فرصتی ندارم ولی فقط به یکیشون اشاره میکنم، همینان گرامی، تا میزان دروگویی های این دروغ زن ها رو بیشتر و بیشتر پیش پی ببرید. هرچند که شما همه به این دروگویی ها عادت دارید و میدونید که این از جمله هنرهای رجال جمهوری اسلامی و اولین کشور آقا امام زمان در دنیاست که همینطور دروغ ببافند و به مردم تحویل بدن. آقای خدمت شما عرض کنم که سردار محمد رضا نقدی، فرمانده بسیج، گفته که نقدی در جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر زنجان تعداد افرادی رو که به گفته وی در وقایع سال 1388 دچار اشتباه شده و دست به شلوغ کاری زده بودند و در نهایت ارشاد شدن رو اعلام کرده. گفته که تعداد این افراد 14,000 نفره که شلوغ کرده بودند. ما چند نفر آدم خبره سیاسی اومدن اینو اینا صحبت کردن، اینا رو ارشاد کردن. بعد میگه اما آقای نقدی سال گذشته گفته بود پس از نارامی‌های دوره انتخابات بیش از 20,000 نفر ارشاد شده بودن. اون دفعه گفته 20,000. وی در 16 بهمن 1389 خبر داد بود نیروهای بسیج با 4,000 تن، اون موقع گفت 4,000 نفر صحبت کردن، اینا رو ارشاد کردن. همه گفتن آقا ما غلط که ما اصلا نمیدونستیم اینقدر مملکت خوبه، اشتباه کردیم، گول خوردیم و ارشاد شدن. یکی از اون کسانی که این خبر خونده مطلب خیلی جالبی نوشته راست میگه، ولی در این بین این ارشاد شدگان بعضی ها خود به خود مننژیت گرفتن و کشته شدن. عده‌ای که از پشیمانی عمدن خودشان را انداختن زیر ماشین پلیس و کشته شدن. عده‌ای هم از ارشاد زیاد خوششان آمد، خود را از روی پل به زمین انداختن و کشته شدن. عده‌ای هم از بین ارشاد شدگان رفتند زنگ اوین را زدند و خود را به سعید مرتضوی معرفی کردند و اتفاقا سرشان به جسم سخت خورد و کشته شدند. بعد نوشته آقایون به زودی شما نوبتتون میرسه که مردم شما را ارشاد کنند. بله، سپاسگزارم همینان گرامی، به برنامه من توجه کردی. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. زنده باد آزادی، پاینده ایران.